درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جا که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذاره. همراه با مهمانان فرهیخته ای که دعوت میکنم و از حضورشون استفاده میکنیم برای گزارش و همچنین تحلیل مسائل. و این سپاس رو از تلویزیون ایرانیان کانادا دارم. از جناب فرزاد در اتاق مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که منو کمک میکنن، یاری میدن، راهنمایی میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه به سالن برم و به مهمان عزیزم خوش آمد سلام بگم و درود بگم، فقط یه خبر بدم که فردا چهارشنبه کمیسیون سازمان ملل، مقام زن در سازمان ملل تصمیم میگیره که جمهوری اسلامی رو در این کمیسیون نگه داره و یا اینکه از این کمیسیون زنان اخراج بکنه. امیدوارم که فردا این خبر خوش رو داشته باشیم که جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان در سازمان ملل اخراج بشه. امیدواریم یک خبر خوشی خواهد بود برای کل ملت ایران، به نظر من برای کل جهان، برای اینکه یک همچین موجودی، همچین حکومتی به عنوان نشستن در میز کمیسیون حقوق زنان یک توهین هست به کل زنان دنیا. و ما خودمون بهتر میدونیم که چرا این صحبت رو میکنیم، ولی امیدوارم که این کار انجام بشه و دنیا بدونه که چرا این اتفاق افتاده. مطالب مهمی رو و سرشار از تحلیل داریم امروز. میریم به سالن و به مهمان عزیزمون درود میگم. جناب بیژن مهر درود دارم به شما و سپاسگزارم که بار دیگه در این برنامه شرکت کردین و فکر میکنم که بینندگان ما با چهره شما هم از این برنامه و هم از این که برنامه های دیگه ای که شرکت میکنین آشنایی دارن. خوش آمدین، سپاسگزارم. درود فراوان خدمت شما آقای افشین جان، سلام میکنم خدمت مهندس فرزاد گرامی و همه بینندگان خوب برنامه شما. امیدوارم که بحث پر محتوایی داشته باشیم. بله، خیلی سپاسگزارم. جناب بیژن، من قبلا با شما صحبت نکردم که چه چیزهایی رو ممکنه که بخوام صحبت بکنیم، ولی میدونم که شما چون در خیلی فعال هستین در رسانه های مختلف، در کلاب هاوس هر صحبتی که بشه شما میتونین، به قول معروف آچاری هستین که به همه مطالب میخورین. میخواستم راجع به این دو هموطنمون که اعدام شدن، حمید رضا رهنورد و محسن شکاری، صحبت بکنم. قبل از اینکه نظر شما رو بگیرم میخواستم دو ماده از مجازات اسلامی رو خدمتتون بگم و خدمت بینندگان عزیزمون. ماده 279 مجازات اسلامی فصل 8 و همچنین مجازات از ماده 614 قانون مجازات اسلامی، قسمت تعزیرات و مجازات ها. هر دوی این ماده ها وقتی که میخونیم نشون میده که این دو نفر واقعا بیگناه اعدام شدن. و حالا قبل از اینکه بعد از اینکه شما مطالبتون رو گفتی، من چند تا از این آیت الله ها هم که اخیرا امروز یا دیروز راجع به این موضوع صحبت کردن و تایید کردن این دو نفر بی خودی اعدام شدن، با شما صحبت میکنم. شما نظرتون راجع به این موضوع خواهش میکنم بفرمایید. جناب افشین جم، من واقعا فکر کنم که اعدام واژه مناسبی نیست برای این قتل حکومتی و جمهوری اسلامی باز هم مرتکب قتل شد. هر دو اینها قتل حکومتی بودند، چون شما بر اساس هر قانونی در هر کشوری، حتی کشورهای عقب افتاده هم دارید،
وقتی که قتل عمد نباشه مجازاتش اعدام نیست. ضمن اینکه قتل اول محسن شکاری اصلا مرتکب قتل هم نشده بود، او یک کسی رو مجروح کرده بود و خیابانی رو بسته بود و جزای این حتی بر اساس قوانین فشل جمهوری اسلامی اعدام نیست. ضمن اینکه رهبر جمهوری اسلامی خودش گفته بود قصاص. قصاص یعنی اینکه هر بلایی که محسن شکاری سر اون شخص بسیجی آورده بود سر اونم اعمال بشه، و خود اینا میگن که محسن شکاری مرتکب قتل نشده بود، بنابراین اگر قرار بود قصاص بشه حالا باید نقص عضو میشد بر اساس این قانون ضد انسانی قصاص یا هر چیزی. اما متاسفانه این ضحاک زمان خامنه ای یک دستگاه بسیار جنایتکاری رو ساخته و پرداخته که حتی از جنایات خودش فراتر میره. مثلا ضحاک میگه من روزی دو تا جوان مغز جوان بیارید من بخورم، این دستگاه میره روزی 6 تا میاره، و این اتفاقی که اونجا افتاد. یعنی محسن شکاری بر اساس حتی قوانین جمهوری اسلامی نباید اعدام میشد، اما اینا به خاطر اینکه ایجاد رعب و وحشت کنن دست به این قتل حکومتی زدن. در مورد دوم میگن مجید رهنورد او هم دو نفر رو کشته، حتی اگر 5 نفر هم کشته بود چون قتل غیر عمد بود او هم نباید اعدام میشد، چون مجید رهنورد نشسته بود تو خونه فکر کنه که من میخوام بیام در خیابان و دانیال و حسین رو، اون دوتا بسیجی رو که میگن ایشون کشته، من اونا رو بکشم. این هیچ طرح و برنامه ریزی برای این دعوا نکرده بود، درگیری بوده و این هم قتل غیر عمده، یعنی در درگیری این دو نفر کشته شدن. حالا معلوم هم نیست که حقیقتا چی بوده، چون به ویدیوها و مدارک جمهوری اسلامی که نمیشه اطمینان کرد یا استناد کرد، ولی به هر حال آن هم به نظر من قتل درجه دو بوده. اگرم خیلی شما بخواید روی قتل اصرار کنید، اون قتل درجه دو بوده، برای اینکه به قول غربی ها پریمیدییتد نبوده، این نشسته بوده این طرح قتل نقشه قتل بکشه یا برنامه ریزی بکنه، درگیری شده. درگیری هم در خیابان پیش اومده، بسیجی معترض رو کشته، معترض هم از خودش دفاع کرده، او هم کشته شده. مجازات هیچ کدوم از این دو عزیز اعدام نبود، بنابراین اینا اعدام نبوده، قتلای حکومتی بوده که جمهوری اسلامی مرتکب شده و باید در دادگاه جهانی با عدالت جهانی پاسخگوی این قتل ها باشه. بله، برای تایید فرمایش شما و همون دو تا ماده که خدمتتون عرض کردم، آقای محسن برهانی استاد حقوق جزای دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق، گفته که اصلا این کلا رد کرده و 8 تا دلیل هم میاره، هر دوشونو برای هر دو. البته اون صحبت، البته من خوشحالم که شما اون اسلامان اصلاح کردین، برای اینکه اینا واقعا قتل دولتی بوده و من اون واژه اعدام رو نباید مصرف میکردم، کاملا درست، دست شما درد نکنه. ولی موضوعی که میخوام بگم راجبه این که بعدم میگن که تناسب جرم با مجازات اصلا نمیخونه. به علاوه اون دوتا جوونی که کشته شدن هنوز هم فکر شما به درستی گفتیم مشخص نیست. من فکر میکنم، البته هیچ وقت ما پشت ابر نمیمونه، من مطمئنم تا 1-2 هفته آینده موقعیت اونا مشخص میشه که آیا واقعا کشته شدن و یا این توسط رهنورد حمیدرضا کشته شدن، یا اینکه از یه جای دیگه کشته شدن و اونا رو برای اسامیشون رو برای این کار گذاشتن. در همین رابطه آیت الله رحمت، این سردبیر خبرگزاری جبهه، ببخشید، عضو دفتر بیت امام خمینی و از شاگردان خود خمینی بوده و ایشون میگه که این محاربه نبوده و عرشبت که برای ترسوندن مردم این کار رو دارن انجام میدن، یا اینکه خود این آقایون این کار رو کردن. سید محمد علی عیازی عضو ارشد مجمع
حوزه علمیه است. اونم گفته که هر کسی که در خیابان هر کاری بکنه اسم اونو محاربه نمیتونن بذارن. آیت الله مقتدایی رئیس پیشین دیوان عالی کشور این هم همین صحبت رو کرده، هر گفته هر محاربی حکمش اعدام نیست. و آیت الله ایازی که قبلا هم یه آیت الله دیگه، اون سید محمد ایازی بود، این آیت الله ایازی از حکم اعدام برای کسی است که کسی را کشته باشد. بنابراین در مورد محسن چکاری حتما نیست، در مورد اون یکی دیگه هم رهنورد هم به نظر میرسه که اگر دفاع از خود کرده احتمالا نباید جز قتل محسوب بشه. در مورد چیز اشاره کردین، در مورد یکی از مثالهایی که همین آقای ایازی زده میگه که در قضایای شهر کرمان قتل انجام شده بود، قاتلان اعدام نشدند. در اصفهان اسید پاشی شده بود، کسی اعدام نشده بود. بنابراین با تمام مثالهایی که آورده بود نشون میده که این دو نفر واقعا بیگناه کشته شدند. گفته میشه که آقای خزعلی، مهدی خزعلی، یه وقت چند وقت پیش، چند سال پیش تو خیابون این دو جلوشو گرفتن، خیابون جلوشو، ماشینش جلوشو نگه داشتن، یه کمی از خود عرشبت که ایادی جمهوری اسلامی سنگ زدن به خودش، به ماشینش سنگ زدن و زخمیش کردن و بعدم اونا گذاشتن رفتن و کسی هم باشون کاری نکرده، در حقیقت همون کاری که احتمالاً شکاری کرده باشه. بنابراین برگردم به صحبت بعدی ما، اگر که موضوعی راجع به این موضوع مطلبی نداری بگید جناب. من آقای افشین خیلی خوشحالم که شما اشاره کردید به مطالبی که استاد اساتید دانشگاه و روحانیون گفتن و مخالفت کردن. من فکر کنم که وظیفه ما در خارج از کشور این استش که این مطالبی رو که اینها میگن بزرگ کنیم، بولدش کنیم و حداقل اون ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی که بی امان داره تخریب میکنه و سعی میکنه این جنایات رو توجیه کنه کمی سرعتش کم بشه و بدونن که در داخل حکومت و شخصیت‌های روحانی هم مخالف این قتل‌های حکومتی هستن. امیدوارم که تعداد بیشتری از اینها هم بیان و این ماشین اعدام و ماشین سرکوب و ماشین جنایات جمهوری اسلامی یک چوبی لای چرخش بذاره. بله، این من مطمئن هستم که از حوزه‌های علمیه باز هم در چند روز آینده به این گزارش ها اضافه بشه، برای اینکه همونطور که خودتون دنبال میکنین مطالبو، کسی رو من ندیدم، یعنی حداقل من نخوندم یا مشاهده نکردم جز یک نفر که تایید کرده بود، بقیه کسانی که اومدن تایید نکردن و گفتن اینا برخلاف قوانین شرع بوده و قوانین ماده های قانون مجازات اسلامی بوده. ببینید هفته گذشته یه خبری منتشر شد که کسی زیاد بهش توجه نکرد، ولی این یک خبر خوف‌انگیز و وحشتناکی بود و اونم این بود که حجت الاسلام حسین علی نیری منصوب شده به عنوان مشاور قوه قضاییه. این حسین علی نیری یکی از اون اعضای هیئت مرگ سال 67 بود که مرتکب جنایات زیادی در سال 67 شد و هزاران نفر رو اعدام کردن در اون سال. در اون هیئت مرگ ایشون بود، این ابراهیم رئیسی که الان رئیس جمهوره هست عضو بود و یک شخصی به نام پور محمدی که وزیر دادگستری جمهوری اسلامی بود مثلا و معاونش هم همین آقای اژه‌ای بود که از شخصیت‌های شاخص اون قتل هاست. ببینید از اون هیئت مرگ الان سه نفرشون رأس کارن، رئیسی رئیس جمهور، این مشاور قوه قضاییه است، اجایی هم رئیس قوه قضاییه است و نشون داده شد که ماشین اعدام و ماشین جنایت جمهوری اسلامی دوباره احیا شده و این خبر خوفانگیزی بود ولی کسی زیاد بهش توجه نکرد و این خیلی مهم و هشدار دهنده است
که این ماشین اعدام الان داره کار میکنه و شروع کرده چند نفر رو اعدام کرده، چند نفر حکم اعدامشون صادر شده و بسیاری از اینها افراد بیگناه هستن که فقط برای رعب و وحشت دارن به دست جمهوری اسلامی کشته میشن. و این رو هم باید ما توجه بکنیم که این جنایت داره سیستماتیک میشه و امیدوارم که جامعه جهانی هم به این توجه بکنه. وقتی یک جلادی رو از سال 67 میارن اینجا میکنن مشاور قوه قضاییه، جلاد دیگری رئیس جمهوره و جلاد دیگری رئیس قوه قضاییه است، من فکر میکنم که کشور ما در خطر یک جنایت سیستماتیک دوباره داره و اینها بلدن بکشن و این کار رو قبلا کردن، هیچ ابایی از تکرارش هم نداره. یعنی چیزی که خبر خوبی که البته خوب از این نظر که اتحادیه اروپا در مقابل جمهوری اسلامی وایساده و این خبر خوب از این نظر که همونطور که حتما خود اطلاع داری تحریم صدا و سیما رو کردن و حدود 12 نفر از کسانی که دست اندرکار صدا و سیما هستن. خبر خوب برای این نظر هست که صدا و سیما همونطور که خودت میدونی مثل وزارت خارجه، هر کی لات و لوت هست به عنوان خبرنگار یا به عنوان مشاور وزارت خارجه یا هرچی میفرستن به خارج و در اونجا هم پولشویی میکنن هم کارهای تروریستی انجام میدن. و این من مطمئنم اروپا این موضوع رو میدونست ولی در حقیقت دلیلی نداشت که اینا رو تحریم بکنه و خوشبختانه این کار انجام شده و پروپاگاندای جمهوری اسلامی از این به بعد نخواهد بود و این خبرنگارهایی که برای این سازمان کار میکردن همشون رو بس پس میفرستن. و یک خبری بود که یکی از این خبرنگارا که توییتش رو پیدا کردن به در یا اینکه رد صداشو ضبط کردن، به خواهرش نوشته که شما 20,000 یورو به صدا و سیما گفته 20,000 یورو به خواهر من در ایران بدین. و این نشون میده که بین خودشون بین صدا و سیما و اقوامشون پول رد و بدل میشه. و اگر یادتون باشه حتما هم به خاطر خواهند آورد اسد اسداللهی وقتی که گرفتنش و اون همکاراشو گرفتن تو خونه های اینا هزارها یورو پیدا کرد و این نشون میداد که با این پول هایی که نقدی کار انجام میدن، یعنی نمیان که کارت بدن، نقدی که میدن یعنی پروژه‌ای که میگن مثلا میگن برو اونو بزن اینو بکش یا این خبر جعلی رو نصب بکن یا هر چیز دیگه، با این کارا میتونستن این کارهای خلاف قانون رو انجام بدن. و من بسیار خوشحال هستم که این کار انجام شده. شما اگه نظر دارین بفرمایید. ببینید متاسفانه ما غیر از جامعه جهانی هیچ مرجعی برای دادخواهی نداریم و به نظر من تمام این حالا بعضی از دوستان فکر میکنن اثر نداره برای اینکه اینها در خارج از کشور نیستن که مورد تحریم قرار بگیرن، ولی واقعیت اینجاست که فرزندان اینها، اقوام اینها همه در خارج از کشور در کشورهای اروپایی، در استرالیا، در آمریکا و کانادا هستند و حتما این تحریم ها تأثیر داره و زندگی رو بر اونها سخت میکنه. امیدوارم که هرچه بیشتر این تحریم ها صورت بگیره، چون واقعا هیچ مرجعی نیست که به داد ملت ایران برسه و در شرایطی که ما هستیم الان، حالا بعضی ها دارن میگن آقا با کوکتل مولوتوف بزنید، ولی حقیقتش این هستش که نه استراتژی هست، نه تاکتیکی هست، نه اسلحه ای هست، نه آموزشی هست که در مقابل این نظام تا دندان مسلح که عاشق سرکوبه و کسانی که واقعا دارن خشونت رو ترویج میکنن دارن آب به آسیا به این رژیم میریزن و قند تو دل این رژیم آب میکنن، چون رژیم عاشق این هستش که بهانه ای برای سرکوب و خونریزی پیدا کنه. و به نظر من جامعه جهانی یکی از راه‌های اصلی دادخواهیه و باید روی این بیشتر کار بشه. امیدوارم که فعالان سیاسی بیشتر توجه کنن به این مسئله. بله، و اون صحبتی که قبلا کردین، اگر که
قتل دیگه ای انجام بشه، من فکر میکنم که طبق این دو سه هفته گذشته که تحریم های مختلفی رو گذاشتن، اگر که یک قتل دیگه ای انجام بشه، گفته میشه که ممکنه سفیرا رو بخوان خارج بکنن، اخراج بکنن از کشورشون و سفیرای خودش رو بکشن بیرون و کارهای دیگه میتونن بکنن. البته همونطور که حالا وارد اونم ممکنه بشین، وارد این قضیه هم بشین، سختگیری که الان اروپا داره انجام میده یک مقدارش به خاطر فروش یا دادن پهپادها به پوتین و روسیه هست و این در حقیقت جنگ، اعلام جنگ به ناتو هست و این یه مقدار به نظر من یا به نظر بسیاری از تحلیلگران اینه که این کاری که توأم با انجام شده یک مقدار به ما کمک میکنه، به ما ایرانی ها کمک میکنه از این نظر که اروپا دیگه تنها مسئله حقوق بشری رو نداره، بلکه الان از نظر جنگی مقابله میکنه با جمهوری اسلامی و گفته میشه قرار هست که موشک هایم علاوه بر پهپادهایی که تا الان داده یه مقدار هم براشون موشک بفرسته. شما اگر نظری دارین راجع به موضوع بفرمایید. ببینید، این فقط مسئله دادن پهپاد به روسیه و جنگ اوکراین نیست که به هر حال جمهوری اسلامی هم برخلاف منافع ملی داره این کار رو انجام میده و دلیلش هم این هستش که جمهوری اسلامی یک کشور مستقل نیست، یک نیمه مستعمره است که تحت اختیار پوتینه. شواهد زیادی هم هست که جمهوری اسلامی استقلالی درش وجود نداره، از ایستادن سران ارتش و سپاه پاسداران در مقابل سفیر روسیه بگیرید تا اینکه آقای اولیانوف رفت برای ما در برجام مذاکره کرد، تا اینکه سرمایه گذاری در صنعت گاز 20 سال متوقف شده که به منافع روسیه آسیب نرسه. به هر حال تمام اینا نشون دهنده این هستش که ما یک کشور نیمه مستعمره هستیم و ورود ناتو خب از نظر استراتژیک خیلی مهمه در این برهه، چون که به هر حال یک کشوری که عضو ناتو نیست ولی در همسایگی کشورهای ناتو است و خطر گسترش جنگ زیاده. اما جناب افشینجم، اگر جامعه جهانی و همین ناتو بخواد دقیق بشه به مسئله ایران، ما الان با یک نسل کشی در داخل کشور مواجه هستیم. یعنی این نسل دهه 80 به شدت زیر ضرب رژیم جمهوری اسلامی قرار داره، حالا به هر دلیلی که خامنه ای برای خودش داره توجیه میکنه، مثلا این نسل سرود سلام فرمانده رو نخونده یا مسخره کرده یا خواهان آزادی هست، این نسل الان 400-500 تاشون رو کشته، 18,000 تن از اینها رو در زندان قرار داده و داره با آینده اینها بازی میکنه و این نسل رو زیر ضرب قرار داده. من گزارش های خوندم که دختران 15-16 ساله 17-18 ساله که دارن میرن به سر کلاس یا در خیابان هستن، نگران این هستن که بازداشت بشن و مورد تجاوز قرار بگیرن. یعنی نه تنها از نظر جسمی داره به اینها لطمه میزنه، میکشدشون، زندانشون میکنه، بلکه از نظر روحی هم اینها رو تحت ستم قرار داده. و من فکر میکنم 10-15 سال دیگه که این نسل وارد بازار کار و وارد جامعه بشه، ما با یک بحران بزرگ روانی در کشور مواجه هستیم، چون این نسل اعتماد به نفسش گرفته شده، آیندهش گرفته شده، امیدش گرفته شده و این به نظر من یک نسل‌کشیه. ناتو در سال 99 وقتی به یوگسلاوی حمله کرد، میلوسویچ داشت اونجا نسل‌کشی میکرد، هر کی رو که از دستش میرسید، از بوزنی و هرزگوین و نمیدونم کرواسی و کشورهای دیگه، اینا رو میکش، اونایی هم که نمیکش دو انگشتشون رو قطع میکرد که سه انگشت باقی بمونه که علامت سرپاست. و ناتو حتی بدون مجوز شورای امنیت حمله کرد به یوگسلاوی و میلوسویچ رو باز داشت از این نسل کشی. و الان هم من فکر می‌کنم با یک نسل کشی مواجه هستیم و واقعا جامعه جهانی مسئولیت این نسل کشی رو باید بپذیره و هر جوری که میدونه متوقف کنه، چون ما
عرض کردم خدمتون ده دوازده سال دیگه با یک بحران بزرگ اجتماعی با این نسل روبرو هستیم. ما همین الان که خدمت شما هستیم، این جامعه ایران به شدت افسرده، به شدت نگران، به شدت فقیر به خاطر ناکارآمدی جمهوری اسلامیه و آینده نسل بعدی هم خیلی بدتر از اینی هستش که الان ما باش مواجه هستیم. بله، همونطور که میدونین برنامه برجام تقریبا میشه گفت از بین رفته، یعنی خبرهایی که میاد نشون میده که هیچ خبر نیست و در حقیقت به نظر میرسه که نشست بعدی سازمان انرژی اتمی در ماه فوریه حدود دو ماه و نیم دیگه هست و این سومین زمانی هست که سازمان انرژی بین‌المللی اخطار داده به جمهوری اسلامی و احتمالاً دو تا عقدنامه قبلی که داده شد یک کمی به قول معروف مایل بود، خیلی نرم بود، ولی تصور میشه که بعدی در حقیقت اون چه رو میتونن به جریان بندازن به این صورت که دیگه نیازی هم به عرشبت که روسیه یا اینکه چین بخوان اینو ویتو بکنند مسلما نخواهند. برای اینکه طبق قوانین خود سازمان انرژی بین‌المللی اگر که گزارش بیاد که دیگه هیچ همکاری با جمهوری اسلامی نمیکنه میتونه این کار رو انجام بده. علتی که این صحبت رو میکنم این که دروغهایی که جمهوری اسلامی گفته، من یکیشو خدمتتون میگم که حتما ممکنه شنیده باشین. حدود ده روز پیش عبداللهیان وزیر خارجه در بوسنی بود و در اونجا اطلاع داد که طبق اون کنفرانس مطبوعاتی که داشتن خبرنگارا سوال کردن و ایشون گفتش که در ایران هیچکی توسط گلوله کشته نشد، در حالی که تمام خبرگزاری ها دارن اعلام میکنن، تمام سفیرها در کشور جمهوری اسلامی که هستن گزارش مرتب میدن، تمام خبرگزاری های خارجه دارن این انجام میدن و بعد این چیزها رو فکر نمیکنه که، یا اینکه گفته بودن که ما پهپاد به روسیه نمیدیم و تمام لاشه هایی که انداختن تمام نشون میده که اون اثرات کارهایی که خود جمهوری اسلامی روی پهپاد خودش میکنه اونجا دیده شده. منظورم از این گفتن اینه که اطمینانی دیگه به جمهوری اسلامی میده، یعنی اگر فردا هم جمهوری اسلامی بیاد بگه که بسیار خب من میخوام قرارداد ببندم، چجوری میتونن با این کشوری که مثل آفتاب داره دروغ میگه، به روشنی آفتاب داره دروغ میگه، بتونن باهاش مذاکره بکنن یا اینکه باهاشون قرارداد ببندن؟ به خاطر که این دوتا مثالی که زدم این چیزاییست که ما میدونیم و چیزاییست که کشورهای خارجی میدونن که ما ازش اطلاع نداریم و این واقعا مسئله است. اگه شما نکته‌ای دارین راجع به این موضوع بفرمایید، وگرنه بریم به موضوع دیگه میرسیم. بله، ببینید اون چیزی که من عرض کردم یکی از این راه هاست، جامعه جهانی و دادخواهی برای ملت ایران، ولی فشار مردم هیچ وقت نباید کاسته بشه از روی این نظام. مطالبات برحق مردم باید همیشه عنوان بشه و خواسته ها باید با اولویت زمانبندی و ردبندی بیان بشه و این فشار رو وقتی که مردم روش بذارن، جامعه جهانی هم کمک بکنه، ممکنه که یک اتفاق خوبی در ایران بیفته و این رژیم رو بشه پس زد. ولی اینا مکمل هم دیگن، یعنی فشار و اعتراضات مردم، البته اعتراضات مسالمت آمیز و با پرهیز از خشونت، روی نظام تاثیر میذاره، روی جامعه جهانی هم خیلی تاثیر میذاره و ما الان تاثیراتش رو داریم میبینیم. این تظاهرات پرشکوه مردم در برلین، در تورنتو، در خیلی جای در تمام نقاط دنیا که ایرانی ها اونجا زندگی میکنن، من حتی از ژاپن و مالزی و کشورهای کوچیکی هم در رومانی و خیلی جاهایی که زیاد ایرانیان اونجا
تجمع ندارن، دیدم اعتراضات داره صورت میگیره و این دو ما مکمل همدیگن، هم فشار داخلی هم فشار خارجی در چون واقعا این رژیمی هستش که نه به قوانین بین المللی احترام میذاره نه به قوانین خودش احترام میذاره و غیر از سرکوب هیچ جوابی برای مطالبات برحق مردم نداره. بریم به موضوع دیگه. چند روز پیش رئیس جمهور چین آمده بود به منطقه خلیج فارس و با شورای مشترک خلیج فارس ملاقات کرده، به عربستان رفته و یک قرارداد 20 و 30 ساله بسته برای استخراج گاز که این گاز تبدیل میشه به LNG و این در حقیقت از اون مخزن پارس جنوبی هست که ما مشترکاً با قطر و امارات مشترک داریم استخراج میکنیم، که البته استخراج ما در حقیقت میشه گفت یک ششم استخراجی است که امارات این کار رو انجام میده و یکی از علتاش اینه که ما پول نداریم، یعنی جمهوری اسلامی پول نداره که بخواد تعمیرات بکنه و یا اینکه اون دستگاه های تبدیل گاز رو تبدیل به LNG بکنه، که اگر حتی امروز هم بخوان شروع به کار بکنن شاید مثلا 3 سال یا 4 سال طول میکشه و هزینه بسیار بسیار زیاد. اگر یادتون باشه که حتما هم هست، قرار بود که یه قراردادی بسته بشه بین جمهوری اسلامی و چین و چین قرار بود که یک مبلغ 400 میلیارد دلار در 20 سال آینده در ایران هزینه بکنه برای زیرساخت‌های مختلف از جمله راه آهن، جاده‌های شوسه، بنادر و غیره و غیره. اصلاً خبری از این نیست. در مورد همین قراردادی هم که چین بسته حدود فکر می‌کنم که 30 میلیارد یا در این حدود، الان حافظم اجازه نمیده، قراره که از چیز بکنه زیرساز برای امارات هزینه بکنه. و بعد نکته ای که مهم هست جناب مه این که بیانیه‌ای که دادن بیرون واقعا شرم‌آور که آقای ژی رئیس جمهور چین راجع به مالکیت سه جزیره‌ای که متعلق به ما هست گفته که خودتون اینو مطرح بکنید و حلش بکنید. من میخوام این موضوع رو اینطوری مطرح بکنم، آیا ما میتونیم بریم در مورد تایوان به چین یک همچین موضوع رو بگیم که تایوان رو بدیم به تایوانی ها یا هنگ کنگ رو بدیم به هنگ کنگی ها یا بریم باهاشون مذاکره بکنیم؟ نکته مهمی که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینی که ما در حقیقت استقلال خودمون داریم از دست میدیم یا اینکه از دست دادیم و این نکته بسیار خطرناکی هست که یک چینی از اون ور دنیا بیاد به ما بگه که و به اونا بگه که بشینین مذاکره بکنین. که البته نکته دیگه هم که حتما شما دقت کردین، وقتی که سفیر رو احضار میکنن در مورد احضار کردن اینا گفتن ما دعوت کردیم از سفیر که بیاد با ما صحبت بکنه، یعنی حتی جرأت هم ندارن به سفیر چین بگن که ما شما رو میخوان احضار بکنه. وقتی که احضار میکنن یک واژه دیپلماتیکه که در اون واژه دیپلماتیک یعنی ما میخوان به شما یه اخطار بدیم، یک کار خلافی ایجاد شده و یه چیز طبیعی در تمام دنیا این کار انجام میشه. حالا قبل از اینکه بخوام بیشتر توضیح بدم، من میخواستم نظر شما رو راجع به این صحبت هایی که خدمتتون عرض کردم بفرمایید. باز برمیگردم به اوایل صحبت که جمهوری اسلامی استقلالی از خودش نداره و به حالت یک نیمه مستعمره در خدمت منافع روسیه است. منافع روسیه و چین هم به خاطر اتحاد استراتژیکی که این دو کشور بر علیه آمریکا و غرب الان حالا شاید نانوشته باشه ولی به هر حال وجود داره، منافع چین هم از منافع روسیه جدا نیست
و کشوری که مستقل نباشه، نیمه مستعمره باشه، این چیزا درش اتفاق میفته، خیلی هم عادیه. در مورد سفیر چین هم اینها، این خبرهایی که از وزارت خارجه اومده که سفیر چین یک ساعت و نیم دیر رفته اونجا، یعنی اون ساعت که قرار بوده بره بهش اعتنا نکرده و رفته اونجا، و همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی مستقل نیست و برای بقای خودش که آقای نمیدونم کدومشون گفته از حفظ نظام از واجبات است، این شامل فروش ایران به روسیه و چین هم میشه. و این قرارداد 25 ساله چین که به هر حال سر صدای زیادی روش صحبت بود، ولی الان مثل این که یا نیمه تمام مانده یا هنوز شروع نکردن، ولی خدمات جمهوری اسلامی به روسیه هیچ وقت پایان پیدا نکرده. مردم هم اینو فهمیدن. همین شعار چند شب پیش تهران این بود که رهبر مسلمینه، نوکر روس و چینه. یعنی این دیگه حتی مردم هم رو در کف خیابون دارن میگن که این حکومت یک حکومت ملی ایرانی و مستقل نیست، و این کارا هم که به هر حال برای منافع، یعنی برای حفظ نظام انجام میگیره، از جمله فروش ایران در دستور کار این حکومت ضد ایرانی و ضد انسانی قرار داره. بله، من یادداشتم نگاه کردم، سرمایه گذاری که میخوان در مورد LNG بکنن 60 میلیارد دلاره و من اقتصاددان نیستم، ولی کسانی که اقتصاد رو دنبال میکنن و اقتصاددان هستن میدونن که چه ضرری به نسل ما، نسل آینده و نسلهای آینده به خاطر این کاری که جمهوری اسلامی نکرده در این 44 سال و سرمایه گذاری نکرده و حتی از کشورهای دیگه کمک نخواسته. من یادم هست که کشورهای شرکت‌های توتال بود فکر میکنم که مانده بود کارهایی رو انجام بده، ولی با کارهایی که اینا کردن گذاشت رفت و در حقیقت میتونست یک سرمایه خوبی برای کشور ما باشه. یه نفر میگفت در همین موضوع، میگفت ما در یکی از این در سراوان، میگفت ما در سراوان یک زباله سوز نداریم، یه کارخونه زباله سوز نداریم و تمام زباله ها انباشته شده و این انباشتگی زباله ها بعد از مدتی شیرابه هاش میاد بیرون و میره به زیرزمین و تمام آبهای زیرزمین رو آلوده میکنه. این فقط موضوع سراوان نیست، بلکه موضوع همه جا هست، همه جای ایران. در شمال دو رودخانه. بله، ولی در شمال کشور دو تا رودخانه رو از بین بردن با همین کارشون. بله، من مطمئنم ما کشور بزرگی داریم و تمام این زباله ها بالاخره یه جایی انباشته میشه و متاسفانه الان صنعت زباله خودتون بهتر میدونین تبدیل به انرژی میشه، میسوزنش یا یه کاری میکنن بدون اینکه آلودگی محیط زیست رو داشته باشه. نکته که میخواستم بگم جناب مهر در این مورد به خصوص این بود، زمانی که آقای ژی رئیس جمهور اومده به منطقه و این قرارداد رو بسته و این صحبت ها رو کرده، نشون داده میشه که چین هم چشمشو بسته، با ایران دیگه کاری نداره. یک نمونهش هم به این صورت میخوام بگم که اگر یادتون باشه شورای امنیت یک نشستی داشت اخیراً به صورت اورژانس و حدود 25 کشور بر علیه جمهوری اسلامی رأی دادن، 6 کشور رأی منفی دادن که از جمله پاکستان بود، روسیه بود، بلاروس بود، کوبا بود و یکی دو تا کشور دیگه. ولی چین که همیشه منفی میداد ممتنع داد. میخوام اینو بگم که چین هم متوجه شده که جمهوری اسلامی ماندگار نیست، همینطور که الان به نظر من اروپا به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ماندگار نیست و تمام این تحریما رو به خاطر این میذاره. من دارم فکر میکنم و خیلی هم بلند فکر میکنم
جناب مهر، وضعیت اقتصادی بسیار بسیار بده. همینطور که حتما اطلاع دارین الان دلار 38,000 تومان شده و خروج ده ها میلیارد تومان خارج شده، از بورس خارج شده. کسانی که خونه داشتن یا خونه های زیادی رو داشتن، تعدادی داشتن، شروع کردن به فروش این خونه ها و پولش رو میخوان خارج بکنن و 650,000، امروز این رقم گرفتم، 650,000 میلیارد تومان امسال حکومت جمهوری اسلامی کسری بودجه داره. و اینا رو که نگاه میکنی هیچ راه حلی برای جمهوری اسلامی جز سقوطش نمونده. و من میخواستم که شما اگر راجع به این مطالب نظراتی دارین خواهش میکنم بفرمایید. جناب افشینجان، جمهوری اسلامی هر 10 سال 1,000 میلیارد دلار به ایران صدمه زده. از جنگ بگیرید که خسارتش 1,000 میلیارد دلار بوده، 150,000 دانش آموخته در سال کشور رو ترک میکنن به خاطر فضایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده. این هم میگن که ضررش 2 برابر ضرر جنگ، یعنی 2,000 میلیارد دلار. نابودی منابع زیرزمینی، نابودی محیط زیست، نابودی اقلیم ایران، اون هم یه چیزی نزدیک 1,000 میلیارد دلاره. یعنی 4,000 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تا الان به ایران ضرر زده. حالا حسابشو بکنید، با این 4,000 میلیارد دلار اگر یک مدیریت ملی وجود داشت، اگر یک سرمایه گذاری مناسبی وجود داشت، الان کشور ما در کجای جهان بود، در چه رده‌ای قرار داشت؟ چون ما هم از نظر منابع انسانی، هم از نظر منابع طبیعی، ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، پنجمین کشور ثروتمند جهان هستیم، اما از نظر شاخص فلاکت ما در رده دوم جهانیم. یعنی ایران الان دومین کشور فلاکت زده جهانه و ایران فقط دستپخت جمهوری اسلامیه. خب از این حکومت چه انتظاری میشه داشت؟ این حکومت فروپاشیده شده است، این حکومت از بین رفته، منتها هیچ آلترناتیوی در حال حاضر وجود نداره که این حکومت فرو ریخته شده رو جمع کنه و به داد مردم و به داد کشور برسه. و تا زمانی که این آلترناتیو شکل نگیره، جمهوری اسلامی به این تخریب خودش، چه در زمینه محیط زیست، چه در زمینه منابع انسانی، و هر جوری که بتونه ادامه میده. و امیدوارم تا قبل از اینکه ایران تبدیل چون میگن تا شاید 20 سال دیگه اصلا بعضی از مناطق ایران قابل زیست نباشه، به خاطر اینکه مدیریت آب وجود نداره، مدیریت منابع طبیعی وجود نداره، همین زباله ها داره، شیرابه ها، رودخانه ها، منابع زیرزمینی داره نابود میکنه، داره از بین میبره. و اگر فکری نشه شاید این اصلا پایان ایران به عنوان یک تمدن، به عنوان یک کشور باشه. امیدوارم کسانی که دستن در کارن، کسانی که دلشون میسوزه، هر چون الان ما با یک فاجعه ملی روبرو هستیم، ما با یک زلزله، یک بلای طبیعی، یک سیل، یه هر چیزی که شما فکرشو بکنید، و همه باید مشارکت بکنن در زلزله، همه میان کمک میکنن، سعی میکنن اون آوار رو از روی مدفون شدگان بردارن. الان هم وضعیت ما همین جوره، یک نسلی زیر ضرب، زیر ستم، ما باید به این نسل کمک کنیم، تمام انرژیمون رو بذاریم. آقای افشینجم، در خارج از کشور ایرانیانی هستند که به تنهایی یکیشون میتونه صندوق اعتصابات رو حمایت کنه، مثلا آقای پیر امیدیار که صاحب ای بی هست، مثلا آقای امید کردستانی که اگزکیتیو گوگله، مثلا خانم انوشه انصاری که اولین فضانورد زن ایرانی، از اولین فضانورد ایرانیه، و همه اینها شخصیت هایی هستن که ارتباطات جهانی دارن، ارتباطات بازرگانی دارن و میتونن به کشور کمک کنن، ولی هنوز نیامدن. امیدوارم که اینها هم بیان، هر کسی هر کاری که میتونه برای ایران بکنه، چون ما واقعا با الان با خطر نابودی تمدن ایرانی مواجه هستیم با جمهوری اسلامی. بله جناب مهر، یکی 2 دقیقه بیشتر نمونده به وقت ما. صحبت هایی که ما امروز کردیم، نتایجی که میتونیم ازش بگیریم و
مردمی که تو خیابونا هستن، جوانهایی که از مدرسه، از دبیرستان، دانشگاه تو خیابونا هستن و ترسشون ریخته شده و ریزشی که ما در خود سازمانهای امنیتی کشور میشنویم و انجام شده، نارضایتی مردم و همین موضوعی که راجب اقتصاد چند دقیقه بیش صحبت کردیم، کشتاری که در این 43 سال انجام شده. من شخصا با آشناییایی که با صحبتهایی که با داخل کشورم دارم، مطمئنم شما به خاطر شغلتون و تماسی که با جبهه ملی در داخل دارین، من هیچ شکی ندارم که جمهوری اسلامی خواهد رفت، حالا به صورت یک کمی مسالمت‌آمیز خواهد رفت، یعنی اینکه خامنه ای این قسمت و عقلش یک کمی کار بکنه که بذاره بره، و یا اینکه میمونه مثل قذافی یا صدام حسین و مردم ترتیبش رو خواهند داد. امیدوارم که اون قسمت اول باشه، برای اینکه هر چقدر کمتر خون ریزی بشه به نفع همه ما هست. ولی البته اون قسمت دومش اصلا نمیخوام راجبش فکر بکنم که خامنه ای کجا میخواد بره یا چیکار میخواد بکنه. در یک حدسی که من زده بودم گفتم که ممکنه که خانوادهش رو بخواد بفرسته بره، ولی خودش به عنوانی که بخواد ترکیب یا شبیه سازی امام حسین رو بخواد انجام بده که تا دقیقه آخر با اون نمیدونم چند هزار نفری که هستن بخواد خودش رو به کشتن بده یا اینکه تا آخر بمونه. ولی در هر صورت من برای آتیه چشمم بسیار روشن است که جمهوری اسلامی خواهد رفت و این رفتن ممکنه حالا 6 ماه دیگه باشه، 6 روز دیگه باشه، ولی خواهد رفت. میخوام در این فرصت یه دقیقه و نیم که شما دارین راجع به موضوع هر چی به نظرتون میرسه خواهش کنم بفرمایید. من بازم برمیگردم به صحبت چند دقیقه پیشم و وجود آلترناتیو. این آلترناتیو میتونه سقوط جمهوری اسلامی رو کنترل شده بکنه. ببینید آقای افشینجان، اگر سقوط جمهوری اسلامی کنترل شده نباشه و جمهوری اسلامی به همین سرکوب و به همین خشونت و به همین جنایاتی که داره میکنه ادامه بده و جایگزین مناسبی که بتونه این سقوط رو، این برکناری رو کنترل شده انجام بده، ارگان و مملکت اگر از بین بره خیلی متفاوت خواهد بود با سال 57. سال 57 وقتی انقلاب شد ما یک کشور پرپول، پرآب، با رده های بالای جهانی در بسیاری از امور داشتیم، ولی الان اونجوری نیست. اون موقع دلار 7 تومن بود، الان 38,000 تومنه. اون موقع پاسپورت ایرانی ارزش داشت، الان ارزش نداره. پول ایرانی ارزش الان نداره. به هر حال شرایط خیلی فرق میکنه و این عبور، این براندازی اگر کنترل شده نباشه ممکنه تبعات خوبی برای کشور نداشته باشه. امیدوارم که با درایت، فعالان، دست‌اندرکاران، هر کسی که میتونه هر قدمی برای ایران برداره پا جلو بگذاره و کمک کنه که این براندازی کنترل شده باشه و ایران موجودیتش به خطر نیفته. بله، در این مورد به خصوص صحبت‌های زیادی این چند روز گذشته به خصوص انجام شده که چون فرصت نیست من فقط اشاره میکنم. صحبت از شورای انتقالی بوده، شورای هماهنگی بوده و امیدوارم که هر کدوم از اینها، از این شوراها یا این وابستگی‌هایی که راجبش صحبت میشه در اسرع وقت انجام بشه، چون میدونم که کمک خواهد کرد به شادی و انسجام داخل کشور که اونا هم کمک خواهند کرد. اگر خیلی کوتاه نکته‌ای دارین در عرض 30 ثانیه اگه مطلبی راجع به این موضوع دارین خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم از شما، از فرزاد عزیز. فقط این نکته رو بگم که این تلاش‌ها همه باید صادقانه باشه که مورد قبول ملت ایران قرار بگیره و ازش حمایت کنن. بله، خیلی ممنون از اینکه اومدی، تشریف آوردی و وقت گذاشتی. میدونم که چقدر مشغول هستی. امیدوارم که باز هم در این برنامه ببینمت و
از وجودت استفاده بکنیم، از نظرات استفاده بکنیم. خیلی خیلی سپاسگزارم سپاسگزارم. بیژن جان. پاینده امید ایران. دیدار.